فرق نمی کند کی می برد یا کی می بزند. فرق نمی کند اگر پاها برهنه باشد یا نباشد. فرق نمی کند اگر روی میدان خاکی بازی کنی یا سبزه. فقط بازی کن. تنها و تنها همین ما. بازی کن هر جایی که باشد و به هر گونه ای که باشد. اما آمادگی آن را در سپورت باکس صدای امریکا بیدید. سلام، به سپورت باکس این هفته خوش آمدید. کرکت بورد افغانستان میگه قرار از دو میلی پوش کرکت هندوستان به کابل بیاید. عابد صاحب، د ویرندر سیواک او د محمد کیف د راتلو هدف چی شیده چې دوی کابل ته راځي؟ هان صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ مکه هم د پولیو ضد مبارزه کې د ملي لوبغاړو د رول نو شهرت نه ګټه اخیستې ده. دا یو دویم ګام دی چې نړیوال لوبغاړي رابلل کیږي او هغوی په دې کې مرسته کوي. د هند موږ خو پوهیږو چې دغه لوبغاړو د نورو مشهورو څیرو په برکت په پولیو کمپاین کې کامیابي ترلاسه کړې ده. اوس چې دوی راځي، سهواک او کیف راځي، او که چېرته نور لوبغاړي هم راشي، دوی نه یوازې دا چې کمپاین کې برخه اخلي، یوه شل اوریزه نړیواله لوبه خو داسې ویلی شو چې دوه نړیوال لوبغاړي پکې هم برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. تاریخ لا نه دی معلوم، نو دا به د کرکټ د ودې دپاره، ځکه چې نړیوال لوبغاړي راځي، نو افغانستان همسایه ملک کې ډېر مودې نه لوبغاړي حتی د امنیت پوج نه ورځي. افغانستان دا ثابته چې موږ دونه امنیت لرو چې نړیوال لوبغاړي خو ډاډه زړه باندې راتلی شي. بله مشرف، قبل از این بازیکنای جهانی دیگه هم به کابل رفته بودن، ملاقات های داشتن، فکر میکنین تاثیرات بالای بازیکنها و بالای جوانا داره؟ بدون شک تاثیر داره. ببینین، اکثریت در مجموع ورزش در افغانستان جوان است و اینا کسایی بودن که چهره های بسیار زیاد مشهور است تنها و تنها از پشت پرده تلویزیون دیدن. ولی وقتی که امروز این چهره ها را که زمان رویایشان بودن، برای هر کدامشان به حساب اما بهترین بازیکنشان شمرده میشد، عضو یا بسیار علاقمندش بودن، امروز اونا را از نزدیک میبینن. مثلا میشل پلاتینی، ستاره فوتبال فرانسه، به افغانستان رفت. سب بلاتر، رئیس فدراسیون فوتبال بین المللی فوتبال، به افغانستان رفت. اگر ما شما سالهای ابتدای پس از طالبان به خاطر بیاریم، محمد علی کلی افغانستان رفت. اینا همش از لحاظ روانی و روحی تاثیر بسیار زیاد فراوان را میتونه بالای روحیه و بهتر شدن وضع ورزش افغانستان داشته باشه. بله، ابید صاحب، افغانستان د 19 کلن و د لوبډر لپاره د غوراوی سیاله شروع شوی دی، ټیم تللی دی لاور خار ته. هلته هغوی په څه بوخت دي او اصلا دوی د څه لپاره تللي لاور ته، چې څه وکړي؟ د معلوماتو له قراره د افغانستان نولس کلن ټیم دریم ځل دپاره کوشش کوي چې د کرکټ نړیوال جام ته ځان ورسوي، چې بنګلادیش کې کېدونکی دی 2018 کې. د هغې دپاره د قطر کې لوبې کېږي، د محل د کوم زموږ د سیمې کوم ټیمونه دي، هغې سره افغانستان باید اول مقام ترلاسه کړي چې هغې دپاره لاره خلاصه شي، نو دوی هلته لوبې کوي. مهمه خبر هان صاحب بله دا ده چې د پاکستان د نولس کلنو ټیم سره به هم درې لوبې د دې میاشتې په آخره کې موږ ولرو، د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو لوبغاړو، چې هغه به هم په ملي تلویزیون باندې ښودل کېږي. کرکټ د ودې لپاره، د افغانستان د ټیم د غورتیا لپاره، او د راتلونکي جام لپاره دا ډېر ښه یو سلسله ګڼل کېږي. بعضی از بازیکنه تیم 19 سال افغانستان به تیم ملی رفتن، مثلا نجیب زدران، ناصر جمال و عثمان غنی. فکر میکنین بازیکنای برجسته را پیدا خواهد کردن از این تمرینات؟ بورد کرکت در صحبتی که با صدای امریکا داشت، مخصوصا در بخش رادیو آشنا، اونا این تعهد دادن، این خاطر جمعی را دادن که از 21 ولایت افغانستان، از ولایت های مختلف افغانستان، اینا بهترین بازیکنها را جمع آوری کردن و به این سفر روان کردن. تعهدشان این بوده که با یک نتیجه مثبت به افغانستان برمیگردن. حالا دیده شوه جام شش دوشی که در افغانستان بود، چهره های بسیار خوبی را به نمایش گذاشت، چهره های بسیار خوب برجسته شدن. امیدوار هستیم که بتانن این تیم هم نتیجه بسیار مثبت را به دست بیارن. و در این شهر لاهور پاکستان قرار است بزودی بازی های سیف گیم یا آسیای جنوبی بانوان آغاز شود و قرار است تیم ملی بانوان افغانستان هم شرکت کنه. تمرینات از اونها از کجا آغاز شده نشده، به چه حال هستن؟ نکته بسیار جالب است هان صاحب. متاسفانه یک رقابت آزمایشی یا تمریناتی برای بانوان افغانستان تا به حال تدارک دیده نشده. در صحبتی که ما با هاجر ابوالفضلی، مسئول تکنیکی فوتبال بانوان افغانستان داشتم، اونا گفتن که تمرینات منتخبی کابل در کابل آغاز شده، مربیش آقای زلمی است و قرار است اینا پیش از آغاز مسابقات برن به لاهور. 9 بازیکن یا 7 بازیکن از خارج افغانستان امروز نامه پیونده. نگرانی است که از لحاظ تکتیکی و فیزیکی بازیکنایی که در خارج هستند در مقایسه با بازیکنای افغانستان از سطح بالاتر هستند، ولی اینا بین خود هیچ گونه هماهنگی ندارند. من
ترس دارم، حراس دارم، نگران هستم که چرا وقتی که یک بازی آزمایشی برای تیم بچه ها گرفته میشه، بر دخترها چرا گرفته نمیشه؟ با توجه با تمام مشکلاتی که دخترها متقبل میشن با خانواده هایشان با اجتماع و میان فوتبال میکنن. لنده خبر ما داده چې افغانستان په نمندګي هر ټیم دی که د کرکټ د انجونو ټیم دی که د فوټبال انجونو ټیم دی باید سه اوروزل شي چې الته کم اس کم خپل غورتیا او خي ګټل بلل مهم نه دی د افغانستان نوم ساتل دی باید سه به تجربه یا به روزن ټیم نه لیکل شي چې افغانستان ته د ګټن توان زیات شي. الله تاسو دواړو ډیره مننه. ان بود برنامه این هفته ما، تر بیا د خدای په امان. چقدر اوبر رفتیم؟